با نام یاد خدا سلام مخنداره عزیز، امیدوار هستم در هر نقطه هستین لبتان پر از خنده و قلب و دلتان پر از عشق خدا. خوش آمدین به استیج رو در رو، جایی که دوستا، عزیزا، مهمانا، وطندارا، هر چیز که بگویم کم است. مهمان برنامه شدن تا در مرحله اول به خاطر دو سیت موبایل 10000 افغانی با هم رقابت کنن. بعد از مرحله اول در مرحله دوم با بنده حقیر فقیر به خاطر جایزه بزرگ برنامه جالب، دیدنی، هیجانی رو در رو 500000 با ما رقابت میکنن تا برنده شون. یک سلام گرمم خدمت شما دوستا، خوش آمدین به استیج. خوب هستین؟ پر از انرژی؟ آماده هستیم بریم معرفی شویم؟ بله. یک تشریف خوب جانانه کنیم فامیل گردیدی یک هست که سرکیمشان فواد عزیز هست. فواد جان خوش آمدی، خود هم عروس رو برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که داننده راز هاست، نخستین سر آغاز آغاز هاست. سلام و احترامات تقدیم شما تیم مقابل، حاضرین در تالار و بیننده های تلویزیون طلوع. فواد گردیدی هستم، یک تن از اشتراک کننده برنامه رو در رو و همچنان سرتیم خانواده گردیزی. اعضای تیم از هر یک قاری عنایت الله گردیزی، فارغ التحصیل دارالعلوم پکتیا و همچنان صدیق الله گردیزی، دانشجوی دانشگاه پکتیا. انشاءالله که یک برنامه خوب و خوش و پر از هیجان داشته باشیم. انشاءالله. برادرها هستین یا دوستان؟ دوستان هستیم. دوستان. بله. خوب تشویق شما دوستان که بریم با فامیل گردیزی دو که این طرف فامیل گردیزی دو سرتیمش حنیف هست. حنیف جان خوش آمدید به برنامه. خدا معرف کنه از تیم. تشکر. در طریق چهار مذهب چهار خصلت نارواست: لفظ کج، معنای کج، مضمون کج، گفتار کج. سلام و عرض ادب حضور شما حاضرین در تالار، تیم مقابل و کسایی که از پرده های تلویزیون طلوع ما را تماشا میکنند. حنیف الله گردیزی هستم، سرتیم خانواده گردیزی. هم تیمی هایم هر یک خانزاده گردیزی، فارغ صنف 12 و احمد جان گردیزی، دانشجوی دانشگاه پکتیا. بسیار عالی، خوش آمدید. آماده هستین که شروع کنیم برنامه را؟ بخیر. دوستا تشویقشان کنیم. برنامه را آغاز میکنم. سوال اول از نفرهای اول، دو سرتیم خواهش میکنم تشریف بیاره که سوال پاسخ بده. دوستا خوب تشویقش کنیم. بفرمایید. سوالی که از شما میپرسم، بین 100 نفر سروی شده این سوال، 7 جواب برتر گرفتن. سوالی است: یکی از ولایت‌های کوهستانی افغانستان را نام ببرید. بگو فواد جان. نورستان. نورستان. حنیف، یکی از ولایت‌های کوهستانی افغانستان را نام ببر. بدخشان. 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 بلندترین امتیاز. حنیف مسئله که میری آبازار میکنی. بفرما. تشکر فواد عزیز. خان. خانزاده هستی، خان میگویم. خان جان، یکی از ولایت‌های کوهستانی افغانستان نام ببر. ولایت خود ما پکتیا. 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 بشک، بود جواب. احمد جان، یکی از ولایت‌های کوهستانی افغانستان نام ببر. پنچر. پنچر، بشک. پنچر، بود. همه یکی از ولایت‌های کوهستانی نام ببر. ننگرهار. ننگرهار. نبود. خان جان، یکی از ولایت‌های کوهستانی نام ببر. کنر. 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 بود. احمد عزیز، یکی از ولایت‌های کوهستانی افغانستان. لوگر. لوگر. فامیل گردیزی، یک مشورت کنین، یک ولایت پیدا کنین. حنیف جان، یک ولایت کوهستانی افغانستان، قد چرت نزن پیر میشه، یک جواب بده. یک. پنشر. او چی هست؟ او چی هست؟ دقت کن. فامیل گردیزی، یک صدیق عزیز، یک ولایت کوهستانی افغانستان. بامیان. بامیان. عنایت؟ با صدیق موافق هستم. خب بامیان. بامیان. فواد جان موافق هستم. با هر دو تیمت موافق هستی. بامیان. 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 که یکی از مشهورترین کوههای بامیان کوه بابا هست. نمبر 5 غور. نمبر 4 خوست. این بود ولایت زیبای ما که کوهستانی هست. سوال دوم از شما میپرسم، از نفرهای دوم، عنایت جان و خان جان، خواهش میکنم تشریف بیارید که پاسخ بدن. دوستا تشریف. سوالی که از شما میپرسم، بین 100 نفر سروی شده و این سوال من 6 جواب برتر گرفته. آماده هستین؟ میخوانم. یک فرد ممکن چند ساعت بخوابد؟ بخوام. 6 ساعت. 6 ساعت. 6 ساعت. بود جوابش. چانس داره عنایت اینالا. عنایت آرام. عنایت سایلنت. یک فرد ممکن است چند ساعت خواب کنه؟ 7 ساعت. 7 ساعت. 7 ساعت.
جوابت بیشتری امتیاز داره. من شاید کنیم یا با گذاری کجا برم؟ کجا برمیگردیم؟ اوجه میری؟ با هم بریم؟ شما بری، ما تو هم میریم، برو. صدق جان، یک فرد ممکن چند ساعت بخوابه؟ 6 ساعت. او چی هست؟ نبود. فواد جان، یک فرد ممکن چند ساعت خواب کنه؟ 8 ساعت. بله. 8 ساعت. بلندترین امتیاز دارد. نه. یک فرد ممکن چند ساعت خواب کنه؟ 5 ساعت. 5 ساعت؟ بله. 5 ساعت. بود. صدق جان، یک فرد ممکن چند ساعت خواب کنه؟ 4 ساعت. 4 ساعت؟ نبود. فامیل گردزی دو، مشورت کنین یک جواب پیدا کنین. فواد جان، بله. یک فرد ممکن چند ساعت خواب کنه؟ 9 ساعت. 9 ساعت؟ بله. 9 ساعت. یک جواب دیگه، 100 امتیاز میاد طرفتون. عنایت، یک فرد چقدر خواب میکنه؟ 10 ساعت. 10 ساعت؟ بله. 10 ساعت! بود جواب. امتیاز اومد طرف شما. 173 امتیاز گرفتین. امتیاز شما 0 است. چانس داره. سوال سوم و چهارم مانده. وطنداران مهربان، جای نرین. چای سیاه هلدار نوش جان کنین. بعد از یک درنگ برگشتیم. وطنداران عزیز و مهربان، خوش آمدیم ادامه برنامه. مرحله اول است. مرحله دوست موبایل و 10,000 افغانی. تشکر از همیان برنامه. اکسبود قوی ترین، خوشمزه ترین و خوش طعم ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده از حصاره جرمنی و کیفیت از آنه ای گم مقبول ما اکسپول. اکسپول را در موقع خستگی روشو جان کنید تا باعث لبخند زیبا و برگشتن انرژی از دست رفته تان شود. این هم هدیه میتونم به یک مهمان عزیز. بیا همین جان، بیا رفیق ما، بیا دوستا تشویقش کنین که من روشو جان کنم. بیا 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 دوستا تشویقش کنین. بیا 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 عزیز دل، روشو جان کو، نوش جان که باز برو. نه برو دیگه، انرژی گرفتی، برو. اینا رو پرواز میکنه. نوش جان، نوش جان. خب، سوال سوم میپرسم. سوال سوم که 200 امتیاز داره، از نفرهای سوم خواهش میکنم تشریف بیاره که بپرسم. احمد عزیز و صدیق جان، دوستات هستید. خوش آمدین. خوش آمدین، آرزوی موفقیت. سوالی که از شما میپرسم، بین 100 نفر سروی شده. این سوال 5 جواب گرفته. 5 جواب برتر. وسیله یا چیزی نام ببرید که به طور مکرر چکده چارج میشه. بگو احمد جان. موبایل. 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 بود جوابت. چانس و سجد شوخ هم ندادی. من چرا تو میری آبا بزار میکنی؟ برو که هنیت میخواهد. بگو. بسکر سجد بگو. هنیت جان، وسیله یا یک چیزی نام ببر که مکررن در چارج میمانش. کمپیوتر. کمپیوتر. لپتاپ و یا کمپیوتر. بود. خانزاده عزیز یا خانجان، یک وسیله یا یک چیز یا نام ببر که مکررن در چارج میمونه. تلویزیون. تلویزیون. برق نباشه تلویزیون چرا هم در چارج میزنی؟ احمد، یک وسیله یا یک چیز یا نام ببر که مکررن در چارج میمونه. شمسی. شمسیر؟ شمسی. چی است؟ شمسی. شمسی نام مرا گرفته، مرا چرا خنده چارج بونن؟ نبود. فامیل گردیزی یک مشورت کنین. وسیله یک چیزی نام ببر که در چارج میمانی مکرره. MP3. MP3 پلیر منظورتان هست؟ نبود. از این چیزای آسانتر هم هست. صدیق جان مشورت کردین؟ بله. وسیله یا یک چیزی نام ببرین که مکررن در چارج میمانی. بیتری. بله. انعاد جان؟ موافق هستم. بیتری مطر. با صدیق بیتری موافق هستی؟ خواه. فواد جان؟ موافق هستم بیتری. موافق هستی بله. بیتری. نبود. امتیاز ها فامیل طرف فامیل گردیسی دو. 98 امتیاز گرفتین شما. جوابه که باقی مانده. ساعت. 4. چراغ. نمبر 3. آیپد. حال دو سرتیم خواهش میکنم تشریف بیاره. این سوالم پاسخ بده تا سرنوشت تیمش مشخص شود. دو سرتیم تشریف کنید. خوش آمدین. آرزوی موفقیت. سوال سرنوشت ساز برنامه هست. سوالی که از شما میپرسم، بین 100 نفر سروی شده و این سوال من چند جواب به نظرتان گرفته؟ 3 جواب.
جای نام ببرید که والدین اطفالشان را دوست دارند. سوالم تکمیل نشده بود، بفرما. پارک. وای که سوال تکمیل نشده بود ولی پاسخ درست دادی. حنیف جان، جای نام بر که والدین اطفالشان را دوست دارن به تفریح به آنجا ببرند. شار نبود، فامیل گردیزی شار هم قفل بود، خود رخصتی بود نگه دیگه. فواد جان مشوره میری یا واگذار میکنی؟ بفرم. تشکر حنیف عزیز. نه جان، سوالی است، جای نام ببر که والدین اطفالشان به خاطر تفریح به اوجه میبرن. کودکستان بیشتر میری خودت؟ نبود. صدیق جان سوال آسان است، یک جای نام ببر که والدین اطفالشان به تفریح به اوجه میبرن. باغوش؟ باغوش؟ بلندترین امتیاز را گرفتی. فواد جان یک جواب برنده مرحله اول هستی. یک مکان یا یک جای نام ببر که والدین نقل ندهند دوستا. ایسون از ایکوسون و ما فواد. یک جای نام ببر که والدین اطفالشان را به خاطر تفریح به اوجه میبرن. ساحات طبیعی، جای سرسبز. در دامن طبیعت رهایشان میکنن. نه اون فامیل گردیزی دو مشورت یک جواب پیدا کنین. اینات نقل نگیرین، نقل در نقل گیرتان کنم بازنده مرحله اول میشین. اینات یک جای یک مکان یا نام ببر که والدین اطفال خودشان را به تفریح میبرن. عروسی. یک مکان بسیار آسان. احمد جان یک جای نام ببر که والدین اطفالشان را به خاطر تفریح به اوجه میبرن. ورزشگاه. خان جان. احمد جان موفق هستیم. حنیف جان. بایردویم کنم موفق هستیم. ورزشگاه. صد برنده شدن، 392 امتیاز شما گرفتیم، برنده مرحله اول شد فامیل گردیزی. یک جواب باقی مانده. چی هست؟ شهربازی. چه خبر آسان بود. خیر باشه. تشکر از سامیان برنامه که هر شب با فامیل برنده ما دو سید موبایل هدیه میکنه. شرکت تجارتی خالد مر که دو سید موبایل هدیه میکنه که یکیش تچ هست و یک موبایلش ساده. مرکز فروشات عمده و پرچونه خالد نمر واقع در گلبار سنتر. با ترمیمگاه خالد نمر در وقت کم گوشی های موبایلتان را ترمیم کنید. خالد نمر در روزهای جمعه نیز در خدمت شما عزیزان قرار دارد. شرکت خالد نمر نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در کشور عزیز ما افغانستان. مبارکتان باشه دوستید موبایل. هیچ خوش نیستن. خوش هستید. شما خوش شدید؟ خوش شدید؟ مرحله 500 هزار هم انشالله ببریم. خب؟ بیا توکل به خدا، انشالله آرزو میکنم که برنده شدید. فعلا دو سید موبایل و این مبلغ زیبای 10,000 از طرف برنامه جالب و دیدنی رو در رو به شما هدیه داده میشه. مشورت کنید، دو نفر انتخاب کنید، ما برمیگردم. فامیل گردیزی دو، چانس یاری نکه. حرف پایان باشه به کمره‌ها. به امید افغانستان یک عدالت سرتاسری به سطح افغانستان. قربان شما خانزاده عزیز. تشکر کردم، پیام خاصی ندارم، به امید افغانستان پیشرفته و مترقی. قربان احمد جان. تشکر، یک پیام خاصی داشتم به خاطر که هر کس باید برای خود یک هدف داشته باشد، به خاطر که اشخاص به هدف برای اشخاص هدفمند کار میکنند. به حد زیبا پیامتان دوستان، تشکر کنم، خوش آمدید. همیشه به اهداف که دوست داریم برسیم. من پیش شما میام. یک لحظه مامی، یک محصول بسیار عالی داریم از شرکت خالد نمر، یکی از جدیدترین مدل پرایم F16 با رنگ‌های متفاوت، با نازل‌ترین قیمت، قابل دسترس در تمام ولایات و مرکز با قیمت 890 افغانی، با داشتن دو زبان ملی پشتو و دری و 4 زبان بین المللی، دارای رنگ‌های متفاوت، دارای بیتری قدرتمند و 2 سال ورانتی. این محصول عالی شما وطن‌دار عزیزم میتونین از شرکت خالد نمر که اولین نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان هست بدست بیارین. بذار اینجا بانومش جایی نمیشه. انتخاب کردین دو نفره؟ بله. کیا هستن؟ فواد هست، خودم هستم.
خودت فواد هستی؟ نه فواد خودم. خب تشریفشان کنید دوستا. کی میره آقا را؟ خودت بفرمایید. دیگه وقت را اعلان کن. یک آخته که تا داریم برمیدیم. وطنداران مهربان خوش آمدین به مرحله 500 هزار افغانی. مرحله دوم هست. فامیل گردیزی یک برنده مرحله اول شد. لبتان هم پر از خنده باشد. نه جان خوش آمدین به مرحله دوم. 20 ثانیه زمان داری، 5 سوال میپرسم. دوست عزیز ما داخل اتاق آرام هست، نمیتونه صدای ما تو را بشنوه. سوال یه نتونستی پاسخ بدی، بگو بگذر در آخر اگه ثانیه ها باقی مان دوباره ازت میپرسم. همکارا از اون 20 ثانیه را آماده کنید. دلیل نام ببرید که قبل از غذا خوردن رستوران را ترک میکنید. بازی روی میز را نام ببرید که زمان زیادی طول میکشد. میوه نام ببرید که قبل از خرید میفشارید. انگور. شغل و یا کاری را نام ببرید که از پوشیدن یک چیز در هر روز خسته شود. شغل و یا کاری را نام ببرید که از پوشیدن یک چیز در هر روز خسته شود. سوالی که نمیفهمیدی میگفتی بگذر. ثانیه های پوراشه دوستا تشریف کنین از دلا. مرات عزیز سوال اول ازت پرسیدم دلیل نام بر که قبل از غذا خوردن رستوران را ترک میکنی. برآمدن. صفر. سوالای من را نفهمیدی جوابش. بازی روی میز نام بر که زمان زیادی طول میکشد. سوال دوم بود. خودت چی گفتی؟ پاک کردن. بسیار امتیازای خوب داری میگیری نت. جالب ترین جواب تمی است. میوه یا نام برید که قبل از خرید و میفشارین. خودت گفتی؟ انگور. صفر. سوال چهارم پرسیدم شغل و یا کاری یا نام برید که از پوشیدن یک چیز در هر روز خسته شوید. ثانیه ها پوره شد. صفر. آخری هم که هیچ وقت نشد که بپرسم دیگه. بله. من چک چک میکنم برای دوستا چک چک کنم. خیر باشه نه جان. مهمی است که لبت پر از خنده است. دوستا تشکر کنید. خوش آمدید نه عزیز. بفرمایید. حالا از عزیز دیگه ما فواد جان خواهش میکنم تشریف بیاره 5 سوال تکراری یا پاسخ بده. دوستا تشویقش کنید. بیا فواد عزیز. سرت نخوره وسط فواد. 25 ثانیه زمان داری. جواب تکراری هر چیز بدی مهم نیست چون صفر گرفته کلش. تو فقط جواب داده برو. بله. سوالی نتونستی پاسخ بدی بگو بگذر که ثانیه ها باقی مون دوباره ازت بپرسم. آماده هستی؟ بله. فواد آرزوی موفقیت میکنم برات. منم کمک میکنم برات. همکارا عزیزم 25 ثانیه را آماده کنین. دلیل نام بار که قبل از غذا خوردن رستوران را ترک میکنیم. بگو دیگه. بازی روی میز نام بار که زمان زیاد طول میکشد. سترنج. میوه نام بار که قبل از خرید و ایتو میشپولی میفشاری. مالته. شغل و یا کار نام بار که از پوشیدن یک چیز در هر روز خسته میشیم. بگذر. چیز یا نام بار که داشتن آن به هر شخص ضروری است. بای. میوه یا نام بار کدام سوال بود؟ شغل و یا من هم گذا باید کردی، شغل و یا کاری رو میخواستم کنی. بیا خیر بازه، بیا خوب جواب دارمی فواد جان. سوال اول ازت پرسیدم فواد قند. دلیل نام بر که قبل از غذا خوردن رستوران رو ترک میکنی. خودت پاسخ دادی؟ چه جوابایی دادی؟ نه جان. از این گفتی بگذر فواد جان. درست است. چند میگیری؟ صفر. صفر. بلندترین امتیاز؟ بیروبار و شلوغی زیاد بود که یک رستوران ترک میکنیم. بسیار جواب آسان. سوال دوم بود بازی روی میز نام بر که زمان زیاد طول میکشد. بسیار جواب زیبا دادی. شطرنج. 45 امتیاز. بسیار جواب خوب دادی. بلندترین امتیاز همی بود. سوال سوم پرسان کردم میوه یا نام بر که قبل از خرید او هم میفشارد یا تو یکم پچکش میکنه. مالته. 9 امتیاز. بلندترین امتیاز تربوز بود که او یک تو میشونه که گنده چیزی نباشه. سوال چهارم پرسیدم شغل و یا کار یا نام بر که از پوشیدن یک چیز در هر روز خسته شود. ای بگذرم هم مثل نمرات زیبای عنایت صفر داره. بلندترین امتیاز فلسکاری بود که آینک هر روز میزنه خسته میشه. سوال پنجم پرسیدم چیزی نام بر که داشتن آن به هر شخص ضروری است. خودت جواب دادی؟ موبایل. 10 امتیاز. بلندترین امتیاز
لباس روزه که به هر فرد ضروری است. فواد عزیز خیر باشه، هم 50% گفتی 50% تا پوره کردی. پوره کردی، کلش گناه تو است. در خانه که رفتی قبضه زنش که از جوش خیستم. فواد عزیز موفق باشی در تمام عرصه‌های زندگیت. مبارک باشه دوست، موبایل رو 10000 افغانی. پیام زیبایتان هم میتونیم با دوستا شریک کنیم. خواست ندارم به امید افغانستان خود مختار متدین و پرقدرت. قربان سلامت عزیز دل هستی. بفرمایید. سلامت دوستا، تشکر فواد جان. تشکر از همیان برنامه. اکسپول قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشتم ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده از حصاره جرمنی و کیفیت از آن اکسپول. اگر میخواین که انرژی از دست رفته تان دوباره برگردد و لبخند زیبا روی صورتتان جاری شود، پس اکسپول نوش جان کنین. شرکت تجارتی خالد مار، اولین نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان که موبایل های خود با 2 سال خدمات پس از فروش به شما وطن‌دارا ارائه می‌کند. وطندارای عزیزم، سوالات جالب و زیبا دارین، میخواین با ما شریک بسازین، پس همین لحظه موبایلتون رو بردارین. اینجا شماره که میشه 0711-99-54-24. سوالتون رو در واتساپ برنامه روان کنین تا ما اشتراک بذاریم در برنامه رو در رو. بیاین دیگه، بیاین در برنامه ما شرکت کنین تا شما فامیل چهارم باشین که 500000 از آن خود میکنین. دوستید موبایل ایام اینا برنده شدن، صفر گرفتن. ولی شما بیاین که 500000 برنده شوین. چه رقم؟ 456 کل 622. بعد از شنیدن صدای بیپ نام زیبایتان رو بگیرین، در آخر کل علامت نمبر رو بزنین تا صدای شما به ما برسه. میگه هر وقت خواستی کسی تحمیل تنبیه کنی فقط هیچ کاری نکن، خودت ازش بگیر. تا درود دیگر و درود، شب بخیر افغانستان.